سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که سنی های تندروی بوکوهرام بیش از هزار کودک را رو بوده و هزاران معلم نیجریایی را کشتند. به گفته ی خبرگزاری فرانسه، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف طی گزارشی اعلام کرد که گروه تروریستی بوکو حرام از سال 2013 میلادی بیش از هزار کودک و نوجوان را در نیجریه دزدیده است که تنها 276 تن از آنان دختران دانش آموز مدرسه ی چیبوک بودند که در سال 2014 رو بوده شدند و تا کنون خبری از آنها نشده است. یونیسف در این گزارش ضمن غیرقابل قبول خواندن این رخداد در نیجریه افزود، همچنین عناصر تروریستی بوکو حرام معلم را کشته و بیش از 1400 مدرسه در شمال غرب و شمال نیجریه را ویران کردند. سنی تندروی بوکوهرام حملات تروریستی خود را در نیجریه و چند کشور دیگر از سال 2009 میلادی آغاز کردند که تاکنون کنون جان بیش از 20 هزار تن را گرفته و نزدیک به 3 میلیون نفر را آواره کرده است. این گروه قبلا با سازمان تروریستی القاعده ارتباط داشتند اما در مارس سال 2015 با ابو بکر و بغدادی سرکرده سنی های روی تکفیری داعش بیعت کردند و نام خود را به ولایت غرب آفریقای داعش تغییر دادند. به گفته کارشناسان نظامی ناتوانی کشورهای حوزه دریاچه چاد به ویژه نیجریه در مقابل با سنی های تندروی بوکو حرام سبب فرسایشی شدن مبارزه با این گروه تکفیری تروریستی شده است